امواج بحران ها که از هر طرف بر کشتی شکسته رژیم کوبیده میشه، کشتی نشینان رو هراسان کرده و اونها رو به چاره جویی واداشته. آخرین راه چاره ای که به نظرشون رسیده و جالبه که این بار از جانب باند خود روحانی هم بیان شده، اینه که بهتر روحانی استعفا بده تا شاید نظام از نابودی نجات پیدا کنه. از لحن پیشنهاد دهنده‌ها پیداست که خودشون هم چندان امیدی ندارن که رژیم از این طریق نجات پیدا بکنه. اما در یک چیز یقینی هستن که اگر این وضع به همین صورت ادامه پیدا بکنه، کار تمومه. بنابراین حالا به خس و خاشاک استعفای روحانی رو میآورن و به اون میآویزن. البته گروهی هم میگن همین روحانی رو باید به هر قیمت حفظ کنیم و اونو تقویتش کنیم. چون اگر روحانی هم بره، شیرازه به کلی دیگه از هم میپاشه و هر کس هم بیاد قادر به جمع و جور کردن صحنه نیست. به خصوص که دشمن هم در کمینه. گزیده ای از اظهارات و مطالب مهرها و رسانه های رژیم در این بحث. موسویان دیپلمات سابق رژیم سید تیر: شاید بهتر باشد روحانی استعفا دهد. تجربه برجام نشان داد که کشور ما با این شرایط داخلی ظرفیت تصمیمات بزرگ و بن‌بست شکن را ندارد. صادقانه بگویم هر تصمیم مهم در مناسبات منطقه‌ای و جهانی نیازمند یک وضع داخلی منسجم و هماهنگ است. در حالی که ایران با تهدیدات فوق‌العاده‌ای منطقه‌ای و بین‌المللی مواجه است، جناح‌های سیاسی در داخل سال‌هاست که مشغول بریدن سر یکدیگر هستند و هر جناحی هم با بدترین تهمت‌ها و توهین‌ها گناه مشکلات کشور را گردن دیگری می‌اندازد. برای ایجاد اجماع و وحدت داخلی نیاز به درک درست از شرایط داخلی و خارجی کشور، فداکاری و از خودگذشتگی است. با این وضع مشکلات اقتصادی فعلی مردم و منافع کلان ملی کشور دو قربانی اصلی اختلافات فعلی جناح‌های سیاسی داخلی هستند. بزرگان نظام باید قبل از هر چیز در این مورد چاره‌اندیشی کنند. حتی به قیمت یک خانه تکانی اساسی در دولت یا حتی استعفای دولت فعلی و برگزاری انتخابات زودرس، زیرا استمرار وضع فعلی تا 2 سال دیگر ممکن است موجب لطمات غیر قابل جبران شود. تلویزیون رژیم سوم تیر: ما متاسفانه تا الان راجع به شرایط جدیدی که پیش روی کشور هست با مجلس و دولت و با مردم گفتگوی شفاف روشنی نداشتیم و به همین دلیل هم شرایط موجود هنوز برای خیلی از حتی مسئولین کشور به عنوان یک شرایط ویژه ترسیم نشده و در جریان قرار نگرفتن. حالا انشالله در جلسه ای که بعداً خواهد بود در خدمت دوستان هستیم، قدری در مورد شرایط جدید با هم صحبت میکنیم. اونچه که مهمه این است که آمریکایی‌ها به ذم خودشون یک جنگ اقتصادی جدی علیه کشور ما شروع کردن و تصورشون هم از جنگی که علیه اقتصاد کشور شروع کردن این هست که موفق خواهند شد که اقتصاد کشور زمینگیر بکنند و به تعبیری که رئیس جمهور آمریکا داشت، ایران به پای میز مذاکره بیاید. در مقابل این توطئه بزرگی که شروع شده، با همدیگه متحد باشیم و برنامه ریزی بکنیم برای اینکه با افتخار و با سربلندی بتونیم از این دوره عبور بکنیم. مطهری نایب رئیس مجلس ارتجاع سوم تیر: امروز کشور در وضعیتی ویژه قرار دارد. درباره طرح برخی اظهارات مبنی بر استعفای روحانی از ریاست جمهوری، الان زمان تصفیه حساب سیاسی و انتقام گیری نیست، بلکه الان همه باید دست به دست هم دهیم تا از این بحران خارج شویم. اگر مشکلات ادامه یابد، رئیس جمهور را استیضاح می‌کنیم. ظریف سوم تیر: هدف دشمن نه نظام جمهوری اسلامی و نه دولت روحانی، بلکه ایران است. این ایران است که مانع بعضی اهداف و تمایلات است. می‌خواهند ایران را نابود کنند. ما در ایران از اصولگرا و اصلاح طلب
بی خط مخالف جمهوری اسلامی و مخالف دولت همه در یک کشتی نشسته ایم. خیال نکنیم اگر روحانی رفت یک اصولگرا موفق می شود و خیال نکنند بعضی ها اگر جمهوری اسلامی رفت آنها می آیند. ناموفق شدن برجام برای ما خیلی خطرناک است. سایت حکومتی رجا نیوز 3 تیر. تنش بین آشپزان وضعیت اقتصادی کشور. بحث ها برای استعفا و یا ماندن روحانی بالا گرفت. ظریف در جمع فعالان اتاق بازرگانی ایران در صحبتی که به نظر می رسد پاسخ به درخواست استعفای دولت توسط رفیق دیرین خود و روحانی یعنی موسویان بوده است، آنها را از ایران بدون روحانی ترساند و گفت خیال نکنید اگر آقای روحانی رفت و اصولگرایان آمدند موفق می شوند. دولتی که باید در سال اول خود پس از انتخابات از دستاوردها و تحقق وعده‌هایش بگوید، حالا با وخیم شدن وضعیت اقتصادی کشور در محاصره انتقادات و فشارهای طرفداران خود قرار گرفته است. بسیاری از اصلاح طلبان که کورکورانه تکرار کردند، حالا مصاحبه می‌کنند که دولت فعلی و کابینه توان مدیریت کشور را ندارد. در نتیجه یا استعفا دهد و یا حداقل تیم اقتصادی وزرای خود را عوض کند. علی خرم، دیپلمات سابق رژیم، 3 تیر. روزهای سخت و نامعلوم به سرعت در حال پیش آمدن هستند. آمریکا طرح 3 مرحله‌ای در ذهن دارد که مرحله اول آن اعمال تحریم هاست و سپس محدودیت برای ایران به ترتیبی که شبیه پروژه نفت در برابر قضای دوران عراق کشورمان را ضعیف‌تر و فرتوت‌تر سازد و مرحله سوم تسلیم و اگر نشد درگیری نظامی به وجود آورد. عقل سلیم ایجاب می‌کند از یک سو به این میدان بازی سوء استفاده کنندگان پایان داده شود و از سوی دیگر بهانه از تندروهای آمریکایی، اسرائیلی و عربی گرفته شود. دونالد ترامپ در بازی شطرنج با ایران در حال کیش کردن ایران است. نباید به او فرصت مات کردن داد.